عزیزان بیننده، باز هم عرض سلام دارم خدمتتون. امیدوارم با دیدن تصاویر ظریح مطهر آقا سید و شهدا سلام الله علیه دلهاتون آماده شده باشه. بیایید با هم دیگه دست ادب به سینه بگذاریم، رو به حرم مطهر آقا سید و شهدا و انشاءالله با حضور قلب خدمت این امام بزرگوار عرض سلام داشته باشیم. بنده به نیابت از شما و شما هم در هر کجا که هستید حتی المقدور سر پا بایستیم و خدمت اماممون عرض سلام، عرض حاجت و توسل داشته باشیم و انشاءالله بعد از اون صدای شما به کربلای معلا برسه. آماده اید؟ هر که دارد هوس کربلا، بسم الله. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم. صل الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى جدك وأبيك، السلام عليك وعلى أمك وأخيك خصوصا المحسن الشهيد، السلام عليك وعلى الأئمة من بنيك خصوصا الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله يا أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السلام عليك يا مولاي يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ساقي عطاشا كربلاء، السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين صلوات الله عليهم، السلام عليك وعلى أمك أم البنين وعلى إخوانك وأخواتك وعلى أطفال الحسين المظلومين، يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كروبنا بحق أخيك الحسين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم ارزقنا حرم آرزوم کربلا برم، آرزوم کربلا انشاءالله که زیارت هاتون قبول باشه. شماره تماس برنامه باز شده 2-0-964-771-6167-100 در اختیار شما هست که انشاءالله صدای خودتون رو به کربلا برسونید. همانند عزیزی که الان پشت خط هستن و منتظرن خدمت آقا سید و شهدا سلام الله علیه عرض سلام داشته باشن، خواهشی که از شما داریم بزرگواری بفرمایید حتما فقط از طریق تلفن با ما همراه باشید و اینکه انشاءالله کوتاه خدمت آقا سید و شهدا عرض سلام داشته باشید و راه های دیدن شبکه امام حسین و شماره تماس برنامه رو به دوستانتون عزیزانتون هدیه بدید، اونها هم از این سفره خیر استفاده بکنن. سلام علیکم و رحمت الله، به کربلا خوش اومدید. سلام علیکم آجی آقا، خواهر بزرگوارم، بفرمایید زیائر آقا سید و شهدا علیه السلام باشید. باشه بچه شما، انشاءالله قبول باشه هزاداری آیتون انشاءالله و همچنین ممنونیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. السلام علیک یا ابا عبد الله. السلام علیک ابن رسول الله. السلام علیک یا امیر المؤمنین و ابن سید الوسیم. السلام علیک یا فاطمه و سید موسی العالمین. السلام علیکم یا سارا نصارا و بطن. و سلام خلق یا مولا. یا با عبدالله صلی اللہ علیه یا با عبدالله صلی اللہ علیه یا با عبدالله ولالر محیلتی علیه و خنام کلک منی جمعی سلام الله یا بدن ما بقی تو بقی لینون دار من آجلا و آخره دین من زیارت کن السلام علی الوسین علی علی ابن الوسین علی اولاد الوسین علی صاحب الوسین علی عباس الوسین علی زینب الوسین السلام علیک یا قمر مای بنی هاشم السلام علیکم یا ابو الفضل عباس علمدار حسین السلام علیکم یا ابو الزینب السلام علیکم یا سید الزمان الغوث سلمان فرابت فاطمه زهرا فرج آقا امام زمان ما را زود شد سلامتیش نزدیک بساز ما گناهکارا را طلب کو مولای مرباب مقاوای ما را سیاه را به دروازه طلب کو آقا جان ارمان به دل نمانی اللهم عجل لولیک الفرج. قبول باشه زیارتتون انشاءالله. ممنونیم از تماستون. بینندگان عزیز، همینطور که در تصاویر ملاحظه می‌فرمایید، امروز هوای شهر مقدس کربلا فوق‌العاده مرطوب هست و مهالوده، به زحمت میشه دید. الان البته یه مقدار بهتر شده، از این سر بین الحرمین تا اون سر کامل پیداست، ولی فاصله خیابان جمهوری تا در قبله شاید 100 متر کمتر بود. اصلا گنبد و بارگاه آقا سید و شهدا سلام الله علیه، موقعی که داشتم میومدم به طرف شبکه، ایستادم دست ادب به سینه گذاشتم، از آقا اجازه و رخصت خواستم که بیام خدمت شما عاشقان آقا امام حسین علیه السلام برای برنامه. وقتی سلام میدادیم به زحمت میشد گنبد طلایی آقا سید و شهدا رو تشخیص داد. الان یه مقدار از روز گذشته باز هوا بازتر شده، همین حالتشم خیلی دیدنیه، خیلی عرفانیه، واقعا حالت خاص معنوی داره، مخصوصا وقتی که انسان ببینه در این هوای سرد. واقعا هوا سرد بود، حالا من که اومدم استودیو دیگه واقعا از بیرون به اون صورت خبر ندارم، ولی هوا فوق العاده سرد، ولی جمعیت زائر، گروه ها، کاروان ها بودن که به سمت حرم آقا سید و شهدا مشرف می شدن. وقتی اومدم استودیو می دیدم که از حرم سید و شهدا هم دارن به طرف حرم آقا ابوالفضل العباس تشریف می برن برای زیارت. من این توصیف ها رو می کنم انشاءالله هم تجدید خاطره ای می شه برای شما بزرگواری که قبلا مشرف شدید، و برای اون عزیزانی که هنوز مشرف نشدن انشاءالله اونها هم بتونن به راحتی مشرف بشن. تماس بعد رو دریافت بکنید. سلام علیکم و رحمت الله. سلام آجا، به کربلا خوش اومدید، بفرمایید زیارت. خیلی ممنون تماس دواج آقا. سلام علی الحسین و علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین برحمتک یا ارحم الراحمین. آقا جان، امام حسین دیگه صدای دل خودم از شام بشنو. یا امام حسین حاجت را شام خوشوقت. یا امام حسین، یا حضرت فاطمه زهرا، کمکم کن. یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حضرت فاطمه زهرا حدت کمکم کن.
التماس دعا جوا. آی خدای آقای غریب عالم رزق مشکل آقای حضرت زهرا خودت کمک کن، گفتم کمکم کن به تمه نگه دار صفرت اندازم نظرت میگرم یا فاطمه زهرا تو کسی آجا دست بر نکنم ممنون اعتماد دوا قبول باشه زیارتتون انشاءالله حاجت روا باشید انشاءالله تماس دعا خدا نگهدار خواهش میکنم یا علی مدد خدا نگهدار شما خدا نگهدار حقیقتا دلمون نمیاد وقتی یه کسی داره اشک میریزه طلب حاجت داره از آقا سید و شهدا سلام الله علیه میان صحبتاش میان گریه‌هاش ما حرف بزنیم همینطور که خدا لطف میکنه اجازه میده بندش باهاش صحبت بکنه آقای امام حسین اجازه میده شیعش باهاش صحبت بکنه من چرا باید جسارت بکنم و میان به قول معروف یار و یاور بخواهم حرف بزنم تماس بعد رو دریافت کنیم سلام علیکم و رحمت الله به کربلا خوش اومدی السلام علیکم 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 جمیعا و رحمت الله و برکاته دنیادا که جمیل بزشتگان مومین مسلمین بالخصوص دیواری سبرلاد السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین دنیادا که جمیل ناکرم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین تشکر آجی آقای برنامه خوبی شما اتماس دعا تشکر آجی آقای قبول باشه زیارتتون انشاءالله حاجت روا باشید و هر چه زودتر از نزدیک ظاهر آقای امام حسین علیه السلام باشید الحمدلله رب العالمین و اما تماس بعد رو دریافت بکنیم سلام علیکم و رحمت الله سلام علیکم خسته نباشید ممنونم متشکر بفرمایید زیارت آقای امام حسین آقا ابوالفضل العباس علیه السلام ممنون عیان فاطمیار به شما تسلیت میگم خدا به شما جزای خیر بده درستان در نکنه السلام علیکم امام حسین السلام علیکم عبدالله سلام بر ابوالفضل سلام بر کربلا سلام بر دست قد شوری از ابوالفضل سلام بر سر باید امام حسین یا مثلا ان شاء الله کمک کنه ما شلو خوب بشه اون بلا بلی از همه ما دور بشه ان شاء الله درس امتحانا ان شاء الله خوب باشه ان شاء الله ان شاء الله این بلا بلی اومیکرون بعدی از همه ما دور بشه مثلا خوشی رو نه ان شاء الله من میتونم کربلا زیارت کنم ان شاء الله یا شما ما روزاگوزی به بار ان شاء الله ان شاء الله خدا تن شما شو سلامتی بده ان شاء الله ممنونیم خدا حاجت رواتون بکنه ان شاء الله هم ممنون. تو همه کارها حالا این امتحانات درسی و دنیا انشاءالله تو امتحانهای زندگی هم موفق و سربلند باشید ممنون دست رو در نکنه خواهش میکنم و هر چه زودتر مشرف بشید کربلا ممنونیم از تماستون خدا عاقبت به خیرتون کنه ممنون خدا نگهدارتون باشه یا علی مدد خدا نگهدار شما الحمدلله رب العالمین خدا رو شاکریم خدا رو شاکریم خانواده ها به فکر جوانانشون هستن جوانان و فرزندانشون رو طوری تربیت میکنن که درخواست کننده از خدا و اولیاء الله باشن رو به هر کسی نزنن الهی آمین تماس بعد رو دریافت بکنیم سلام علیکم و رحمت الله سلام علیکم و رحمت الله
سلام خدمت آقای میر خلف‌زاده، همکاران محترمتون و شبکه خوبتون، خسته نباشی. ممنونم، متشکر. به کربلا خوش اومدید. بفرمایید، ادامه بدید. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا صاحب الزمان، یا خلیفت الرحمن، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، السلام علیک یا قمر بنی هاشم، یا ابا الفضل العباس ابن امیر المؤمنین علیهم السلام و رحمت الله و برکاته، یا کاشف الکربلا قروبنا به حق اخیک الحسین علیهم السلام، یا حمید به حق محمد، یا آلی به حق علی، یا فاطر به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین علیهم السلام. اللهم عجل ولیک الفرج، اللهم عجل ولیک الفرج، اللهم عجل ولیک الفرج. خدا حاجت حاجتمندان روا کنه، فرج آقا امام زمانو برسونه، مریضای اسلام و شفا بده، قسمتی رفته و نرفته بشه. خیلی خیلی التماس دا، خیلی ممنون، خدا نگهدارت. یا علی مدد، خدا نگهدار شما، انشاءالله همگی حاجت روا باشی. واقعا دعای خیلی زیباییست، دعاییست که حضرت جبرائیل علیه السلام به حضرت آدم علیه السلام یاد داد که به درگاه خدا عرضه بکنه و خدا او رو ببخشه، و انشاءالله که قطعا هم بخشیده، چون قسم دادن خدای تبارک و تعالی به ذوات مقدسه‌ای که خود در حدیث قدسی فرموده، در حدیث شریف کسا هم میخونیم مرتب، که ما این آسمان ها و زمین و دریا رو خلق نکردیم مگر برای شما. لحاظاست حمید نام پیامبر اکرم صلوات الله علیه که یکی از نام های خداست، عالی و علی باز از نام‌های خداست، یعنی در حقیقت خدا رو به اسامی خودش قسم بدیم و حاجت‌هامون رو بخواهیم و این اسامی بر روی ذوات مقدس هست. انشاءالله همگیمون حاجت روا باشیم. تماس بعد رو دریافت بکنیم، خیلی کم فرصت داریم. سلام علیکم. علیکم با خدا، خدا حافظ. علیکم جمال. بفرمایید. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم یا علی علیه السلام، السلام علیکم یا حضرت زهرا یا مادر دو جهان، السلام علیکم یا امام حسین علیه السلام، السلام علیکم علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، السلام علیکم یا ابا الفضل العباس یا قمر بنی هاشم، السلام علیکم رحمت الله و برکاته، السلام علیکم یا امام مهدی صاحب الزمان شریک القرآن، السلام علیکم یا بی سینبی کبرا یا بی رقی و سید، السلام علیکم انبیاء و اولیاء، السلام علیکم خاندانی بنی هاشم. یک جهان تشکر از برنامه خوب و خوشتان. التماس دعا، مریض دارم، مشکل دارم. خدا حافظ. یا علی مدد، خدا نگهدار. خدا به حق آقا سید و شهدا همه بیماران رو انشاءالله شفای عاجل عنایت بکنه. تماس بعد رو دریافت کنیم. سلام علیکم. سلام علیکم آقای بن خلف، حال شما خوب و سلامتید؟ ممنونم، متشکرم. دلتشم قبول باشه. به کربلا خوش اومدید. بفرمایید زیارت کنید، فرصتمون کم هست.
خیلی ممنون لطف داری. صلی الله علیک یا مولا یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا مولا یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا مولا یا ابا عبدالله. السلام علیکم یا ابا عبدالله الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علیکم یا فاطمه زهرا یا بنت محمد یا رسول الله یا ابا عبدالله. السلام علیکم جميعا و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا ابو الفضل عباس یا امیر المؤمنین. السلام علیکم یا قمر بنی هاشم. السلام علیکم اختك الحوراء زینب. السلام علیکم عزیزة الحسین رقیه. السلام علیکم جميعا و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم یا امام الزمان یا مهدی زهرا قربانت برم بیا. خدایا زوری مهدی مرا برسان، زوری مولای مرا برسان. اللهم عجل وليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، حاجت روا باشی. خیلی ممنون لطف دارین، انشالله که همیشه موفق و معین باشی. یا علی مدد، خدا یا علی مدد، خدا نگهدار شما. جانم جانم به عاشقان آقا سید و شهدا، ملاحظه میفرمایید توی تصویر یه گروه، حالا هر چند اندک، همراه این گروه ها رو میبینید، یک کسی با ویلچر میاد، یکی با عصا میاد و یک کسی با قلبش میاد. خدا نصیب و قسمت همه شما بزرگواران بکنه زیارت آقا سید و شهدا رو. امیدوارم زنده باشید و باشیم تا یه برنامه دیگه از برنامه های سلام کربلا. یا علی مدد. کفن شدم غم تو موندم، آخرش مردم با پیرن سیا. کفن شدم یا حسین کرب و بلا، یا حسین کرب و بلا. باز ببین اومدم با یه چشمان خیز، جز به گریه کنان آقا اسممو به